امروز میخوام بهت یاد بدم با گشنیز یه سوپ خیلی خوشمزه و مقوی درست کنی که هم برای سرماخوردگی عالیه و هم توی هوای سرد پاییزی خیلی میچسبه. نصف پیمونه جوی درسته رو بشور و بریز تو قابلمه. بهتره که جو رو از یه ساعت قبل بذارین تا خیس بخوره. یه پیاز متوسط رو رنده کن و به جو اضافه کن. دو حبه سیر رنده شده رو هم بریز. یه هویج متوسط و نگینی ریز خورد کن و اضافه کن. میتونی هویج رو رنده هم بکنی. 6 تا قارچ متوسط رو خورد کن و به موادت اضافه کن. تیکه های قارچ رو کوچیک خورد کن. 2 تا لیوان آب مرغ به مواد داخل قابلمه اضافه کن. آب مرغ هم سوپ رو خوشمزه تر میکنه، هم خیلی مقویه. 2 تا لیوان آب جوش هم بریز. 1 قاشق مرباخوری نمک، 1/2 قاشق مرباخوری زردچوبه و 1/2 قاشق مرباخوری فلفل سیاه هم اضافه کن. هم بزن تا مواد با هم ترکیب بشه. حرارت گازو زیاد کن، در قابلمه رو ببند تا آب جوش بیاد. وقتی آب جوش اومد، حرارت گازو کم کن، در قابلمه رو بذار تا نیم ساعت جو و هویج نیم پز بشه. حواست باشه که حرارت گاز باید خیلی ملایم باشه. بعد از نیم ساعت یه سیب زمینی متوسط و مکعبی کوچیک خورد کن و به موادت اضافه کن. اگه سیب زمینی رو از اول بریزی له میشه و شکل خودش رو از دست میده. بعد از اینکه هم زدی در قابلمه رو بذار تا 45 دقیقه دیگه مواد کامل پخته بشه. الان 45 دقیقه گذشته و جو و سیب زمینی و بقیه مواد کامل پخته شده. 5 تا قاشق غذاخوری ورمیشل یا رشته سوپی اضافه کن. سری هم بزن تا رشته ها به هم نچسبه و توی سوپ پخش بشه. یه دسته گشنیز تازه رو ریز خورد کن و به مواد توی قابلمه اضافه کن. گشنیز علاوه بر خاصیت زیادی که داره، عطر و طعم فوق‌العاده‌ای به سوپ میده. هم بزن تا گشنیز کامل توی سوپ پخش بشه. در قابلمه رو بذار، اجازه بده یه ربع دیگه بپزه تا هم گشنیز و هم ورمیشل پخته بشه و سوپ جا بیفته. به به، الان دیگه سوپ کامل جا افتاده و آماده سرو. اینم از سوپ گشنیز خوشمزه و مقوی که با توجه به موادی که ما تو این سوپ ریختیم خودش یه بمب سلامتیه. سعی کنین حتما توی برنامه غذاییتون داشته باشین. نوش جان.